امیدوارم که لطف شما همواره البته شامل حال ما بشه. حتما. آیدک، یکی از هممیهنانمون درباره قرارداد 1919 پرسش کرده، گفته آیا درست است که احمد شاه وقتی رفت به انگلستان و از او خواستن که این قرارداد رو تصویب کنه، امضا کنه یا هرچی، قبول نکرد و جلسه رو ترک کرد، جلسه شام ملکه رو؟ آیا این درسته؟ چگونه است؟ از احمد شاه این شهرت رو به درستی پیدا کرده یا نه؟ من فکر میکنم که ممکنه اون جلسه رو ترک کرده باشه، ولی من در اون مورد واقعا هنوز به قطع نمیدونم، خیلی هم دنبالش نرفتم، ولی خوندم کتاب های آدم های موثقی که این حرف رو زدن. ولی اونچه که به گمان من در مورد قرارداد 1919 بدون شک میشه بهش اشاره کرد این است که ماها قبل از اون قرارداد و حتی مدتی بعد از اون علنی شدنش، احمد شاه و سه نفر دیگه ماهانه از انگلیس ها رشته در دارد و رشته در واقع منوط به این بود، مشروط به این بود که اینها قرارداد 1919 رو اجرا بکنند و مفادش رو سعی کنند پیاده بکنند. آقای کرزن که اون وقت وزیر امور خارجه انگلستان بود، نظرش این بود که باید حتما این قرارداد اجرا بشه و با اینکه شواهدی حکایت از این داشت که مقاومت مردم اجازه نخواهد داد، ولی او پافشاری میکرد و اسناد دقیق رشوه گرفتن این افراد، ماهانه گرفتنش، اسناد دقیق اینکه احمدشاه حتی در مورد میزان پولی که میخواست دریافت بکنه چونه میزد وقتی که مثلا در بازار بورس پول باخته بود یا در قمارخونه ها پول باخته بود، تقاضای پول زیادی کرده بود. و کرزن در حاشیه یکی از اون نامه ها نوشته بود چیزی به این مضمون که ما حاضریم رشوه بدیم ولی پول باخت و قمار رو نمیتونیم دیگه چیز بکنیم. یعنی پادشاه ایران بر سر حقوق خودش با انگلستان چونه میزده؟ بله، پادشاه انگلستان، پادشاه ایران متاسفانه بر سر حقوق خودش و حقوق کاملا معلوم بود که این حقوق برای چی بود. این حقوق برای این بود که منافع انگلیس رو در ایران تامین بکنه، قرارداد 1919 رو تامین بکنه. ولی عهد احمد شاه بعد از یه مدتی، یک سال حدود بعد از این قرارداد، وقتی که انگلیس ها به این نتیجه میرسن که نمیتونن این قرارداد رو اجرا بکنن، به فکر این میفتن که شاید ایران رو تجزیه بکنن، یعنی شاید شیخ خزعل رو که یکی از وابستگانشون بود به طرف اعلام استقلال ببرن. و ولیعهد ایران با سفارت انگلستان تماس میگیره و میگه که شما اگر این کارو بکنید من رو بذارید در رأس امور، من سعی میکنم منافع شما رو تأمین بکنم. یعنی اینا واقعا لحظات تیر و تاری هستند در تاریخ ایران که شخصی حاضر میشه به تجزیه ایران، شخصی حاضر میشه به این که با شیخ خزعل نامی، با شیخ خزعل کسی همسویی بکنه. در مورد قضیه شیخ خزعل، من یه بار پیش هم به شما گفتم، یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، یکی دو تا سند دیگه هم هست که اونها خیلی جالبه، از آدمای دیگه‌ای که ممکنه با خزعل تماس گرفته باشن در اون مقطع و پیشنهاد همکاری به او داده باشند، آدم های غیر از قاجار. حتی شایعه هست که مثلا مدرس با او در تماس بوده و معلوم نیست که اون تماس ابعادش چیه. در یک کتابی آقای فکر کنم دکتر نهاوندی هستن، در کتابشون مطرح میکنن این رو، من سعی کردم ببینم سندش در کتاب چیه و سندی در اونجا بهش اشاره نشده، ولی بعید میدونم که ایشون بدون مطالعه این حرف رو زده باشه. به هر حال 1919 به نوعی هم احمد شاه رو آلوده میکنه، هم کمتا از وزرا رو آلوده میکنه،
و هم به گمان من میشه از اون به عنوان یکی از ریشه های اصلی کودتای 1921 یاد کرد، برای اینکه دوباره سندی هست، اسناد زیادی در واقع باید گفت، یکی فقط نیست، که سلزیای طباطبایی با سفارت انگلیس تماس میگیره و میگه که شما کمک بکنید من کودتا بکنم، قدرت رو در دست بگیرم، و اگر قدرت رو در دست بگیرم یه سری فوش به شما خواهم داد، ولی مفاد قرار داده 1919 رو اجرا خواهم کرد. یعنی مستشارای انگلیسی رو رئیس امور برخی از وزارتخونه ها خواهم گذاشت. انگلیسی هم میگن نمیتونی، ممکن نیست، مردم خیلی مخالفم. میگه خب من اونجوری که شما میخواهید نمیکنم، ولی مقصود شما رو حاصل میکنم. من مستشارای دیگرم از کشورهای دیگه میارم، اینا رو بر میزنم، ولی اون چی که شما میخواهید من تحمیل میکنم. به گمان من یکی از دو علت اصلی همسویی انگلیس ها با کودتای سید ضیاء رضا خان همین وعده است. آقای دکتر، ایشون اشاره کردن به اینکه شما در کتاب صیاد سایه ها در این موضوع بحث کردید و در واقع مخالفت خودتون رو با اون شهرتی که احمدشاه به عنوان یک شخصیت ضد امپریالیسم آمریکا پیدا کرده آشکار کردید. درسته، کاملا درسته. این صیاد سایه ها درباره چیه؟ صیاد سایه ها مجموعه مقالاتیه که من در چند سال، در ده سال اخیر، الان 4-5 سال کتاب در اومده، شاید بیشتر حتی، این قرار بود در ایران چاپ بشه و مثل بقیه کتابای دیگه الان اجازه نمیدن، وقتی در اینجا اجازه ندادن شرکت کتاب رو چاپ کردن. مجموعه مقالاتی است در مورد مسئله تجدد در ایران، مقاله در مورد آقای گلستان هست، کتاب در واقع به ایشون تقدیم شده، مجموعه در مورد علم هست، در مورد نفت هایی که در مورد کتاب هویدا نوشته شد و جوابهایی که من به اونها دادم، نقد کتاب شریعتی هست، مقاله در مورد دکتر صدیقی هست، مقاله هایی که در این سالها در مورد مسئله تجدد نوشته بودم. و خب این احمدشاه و این بحث این که آیا این مبارز ضد امپریالیستی بود یا آدم زبونی بود، من خیلی تو اسناد که آدم نگاه میکنه خیلی متاسفانه به نظر من چهره ضعیف زبونی میاد. من فهم کنم رضاخان هم خیلی زود جنمش رو دریافت، خیلی از رضاخان و بعد رضاشاه میترسید، از سدزیا خیلی بدش میامد، رابطه خیلی عجیبی با سدزیا داشت و سدزیام خیلی زود جنم این رو فهمیده بود که این آدم توخالی هست در واقع. و وقتی که قزاق‌ها سدزیا و رضاخان میان به تهران، اولین کاری که احمدشاه میکنه با سفارت انگلیس تماس میگیره، میگه من با اینا چیکار کنم؟ اونا هم بهش میگن که شما نگران خودت نباش، اینا با شما کاری ندارن، اینا میخوان که یه دولت درست حسابی درست بکنن. این میاد شما رو میبینه، سدزیا بهش حکم نخست وزیری بده و سدزیا میره میبینتش و میگه که منو، سدزیا اول البته تقاضای اولش این بود که منو با حکم دیکتاتوری بدید، گفت بود منو به دیکتاتوری منصوب بکنید، چون نمونه ایدئال حکومتش در اون زمان خودش میگه که یه چیزی بین مسلمانی و لنین بود، یک شخص قدرتمندی که بیاد و از اوضاع رو در دست بگیره. و احمدشاه میگه نه، حکم دیکتاتور ما نمیتونم بهتون بدم، ولی حکم نخست وزیری میتونم بدم و عنوان نخست وزیر منصوبش میکنه. و بعد اون میره ظرافت و ریای کار سدزیا دقیقا در همینه که در عین اینکه با انگلیس‌ها در تماس بود و با کمک اونها سر کار اومده بود و به اونها وعده داده بود که
قرارداد 1912 رو اجرا میکنه، در این حال بسیاری از همراهان و همدستان و معتمدان انگلیس رو گرفت، از اینکه 300 نفر رو بازداشت کرد فکر کنم رقمش اگه یادم باشه، و خود سفارت انگلیس اسنادش هست که میگن این بار در یه موقعیت خیلی دشواری قرار داده، چون همه اینا از ما انتظار دارن که فشار بیاریم به سدزیا که آزاد بکنی اینها رو، ولی سدزیا هم به ما میگه که تنها شرط بقاش اینه که هم اینا رو بندازه زندان و هم از اینا پول بگیره، ولی اینکه میگه اینها مثل زالو هستن، تمام اموال مملکت در دست اینهاست و مالیات ندادن، مالیاتشون رو بدن من آزادشون میکنم. خیلی اون صد روزی که سدزیا سر کار هست اسنادش خیلی خیلی جالبه به نظر من، و خود شخصیت سدزیا به نظر من از اون شخصیت هاییست که حتما مستحق کنجکاوی بیشتره، برای اینکه آدم خیلی خیلی مهم بیست در مقاطع خیلی مهم و آدمیست که به سادگی نمیشه توصیفش کرد. یعنی این توصیفاتی که ازش شده به نظر من یه مقداری تقلید گرایانه است، یا تودهی ها باش بد بودن بهش تهمت میزدن، طرفداران دکتر مصدق طبعا باش بد بودن بهش مهری نداشتن، شاه در ازش خیلی میترسید، سلطنت طلبا بهش مهری نداشتن، و یه مقداری تنها کسی که یک کمی در فارسی سعی کرده که واقعیتاش رو بگه دکتر الهیست، در اون مصاحبه که با او کرد و کتابی که از او چاپ کرد، از مصاحبه چاپ کرد، خب ما روایت حداقل سدزیا رو از خیلی از این بقایع میدونیم. خیلی ممنونم آقای دکتر میرانی. یکی از دوستان که در زمینه کار رادیو تلویزیون دستی داره، ید طولایی داره، البته چون نگفتن من نمیتونم اسمشون رو بگم، ایشون به من زنگ زدن گفتن یکی از برنامه های شما رو، یعنی منو، با آقای دکتر میلانی دیدن در یکی از در اینترنت، خلاصه در جایی من میپرسم از آقای میلانی که آیا شما شاگرد دکتر صدیقی بودین؟ به نظرم هم چیزی بر صورت که شما میفرمایید نه. این دوست میگفت من شاگرد دکتر صدیقی بودم، مدت نیم ساعت صحبت میکرد درباره صفات او در تدریس و اینکه چقدر کنجکاو بود و چقدر زیر بار نرو بود به خاطر حقیقت. خیلی چیزها فرمودند و اینکه شاگردش بودن سالها، ولی گفتن ایشون با اینکه دانش بالایی داشتن و صفات بارزی، ولی به کار نخست وزیری نمیخوردن. او صفات مخصوص یک نخست وزیر، یک سیاستمدار رو نداشتن. من به نظرم رسید اینو به شما، به اطلاع شما برسونم. خیلی متشکرم، ولی من موافق این تحلیل نیستم. من شاگرد ایشون نبودم، البته شاگرد مستقیم ایشون نبودم. من فکر می‌کنم هر کسی به تاریخ و جامعه ایران و سیاست ایران و جامعه شناسی علاقه مند باشه، حتما دانسته یا ندانسته شاگرد دکتر صدیقی بوده. من به شاگرد ندیده بودن دکتر صدیقی افتخار میکنم، ولی در این حال با این نظر اصلا موافق نیستم. من فکر میکنم تنها کسی که در اون مقطع شاید میتونست ایران رو نجات بده دکتر صدیقی بود، برای اینکه درسته زیر بار زور نمیرفت، درسته که بسیار در مسائل و جزئیات توجه داشت، ولی همین باعث شده بود که برنامه چند روز اول حکومتش رو ساعت به ساعت تنظیم بکنه. یعنی اینجوری نیست، نبود که فکر کنن، چون این ادعای شایع کردن که صدیقی نمیتونست این کار انجام بده، اصلا کابینه نداشت، کاملا نادرسته. کابینهش رو تشکیل داده بود، ترکیبش رو میدونست، نه تنها ترکیبش رو میدونست، جزئیات براش تعیین کرده بود، کارهایی که
قرار بود بشه، شخصیتش، هویتش به عنوان یکی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق و اینکه مخالفین، چه اونهایی که در جبهه علیهش فعالیت میکردن، چه در میون روحانیت، چه در میون طرفداران شاه که باش موافق هم نبودن، هیچ کدوم بهش برچسب نمیتونستن بزنن. نه یک شیعی پول مشاورت گرفته بود، نه یک بار از هیچ کدوم از دربار مثلا جایزه. ایشون هم با همه این چیزا موافق بودن ها. خب نه، وقتی که ببینید شما یه چنین بینشی، یه چنین سرمایه سیاسی داری، سرمایه سیاسیش از همه سران جبهه ملی به گمان من بیشتر بود و حاضر شدید اونچنان که خودش میگه دیگه، به فروهر میگه، وقتی که فروهر بهش میگه که نکنید وجاهتتون از دست میدید، میگه من وجاهتمو برای غرب که درست نکردم، من وجاهتمو درست کردم برای اینکه به مملکتم خدمت کنم، من حاضرم اونو ریسک بکنم. تمام اونا رو حاضر بود ریسک بکنه و تو اون شرایط به نظر من یک چنین کسی ممکن بود، اینم معلوم نیست که بتونه چیز بکنه، ولی من میدونم شاید خود شما هم با این نظر من موافق نباشید، ولی ببینید شما مقایسه بکنید شرایطی که دکتر بختیار گذاشت و دکتر صدیقی گذاشت. دکتر بختیار شخصیت بسیار بزرگی است، یکی از شخصیت‌های واقعا برجسته قرن بیستم ایرانه، ولی اون این گمان رو داشت که اگر شاه رو از ایران خارج بکنه، اون به اندازه کافی براش سرمایه خواهد بود که بتونه در مقابل این موج بیاد. ولی دکتر صدیقی میدونست که اگر ارتش نداشته باشه نمیتونه در مقابل این موج مقاومت بکنه، و همین خاطر شرط او که یک عمر علیه شاه مبارزه کرده بود و علیه آنچه که به گمانش کودتایی به 8 مرداد بود مخالفت کرده بود، در اون زمان وقتی صلاح مملکت رو دید، شرط پذیرفتن نخست وزیریش این شد که شاه باید در ایران بمونه. و در برخی از اسنادی که من پیدا کردم از ایشون، بعضی از اعضای خانوادهشون لطف کردن اینا رو برای من، یا دوستانشون لطف کردن برای من اینا رو فرستادن، بعضی از صحبتاشون رو خوندم، بعضی از مقالاتی که نوشته بودن، واقعا هر آنچه که اتفاق افتاد رو پیش بینی کرد، یعنی به خوبی میدید و اینکه شما افق رو بتونید ببینید به نظر من یکی از این ملزومات موفقیت در اون مورد. ولی به هر حال من هم نظر شما و هم دوستتون که شاگرد دکتر صدیقی بودم برای من خیلی مهمه، منم یه نظری دارم در کنار نظر شما. خواهش، البته من ابراز نظر نکردم، من فقط نظر دوستتون من بیان کردم اون چرا که ایشون گفته بودن به طور خلاصه. بله بله. آقای دکتر میلانی، این آقای احمد خاتمی، میدونین که سخنگوی نماز جمعه است، اخیراً یک مطلبی بیان کرده که قابل بحثه. گفته که این جمهوری اسلامی ولایت فقیه 5 مخالف داره. گروه اول را فقهایی خواند که نظر آنها با ادله ولایت فقیه مطابقت ندارد، اما این افراد تضعیف نظام جمهوری اسلامی را حرام می‌دانند. سپس گروه دوم افرادی هستند که در ولایت فقیه شبهه دارند که به گفته او باید به شبهات این افراد پاسخ داده شود. البته آخوند احمد خاتمی عنوان نکرد که پس از بیش از 30 عمل کرده دو ولی فقیه و بمباران تبلیغاتی و در اختیار گرفتن کتب آموزشی و تدریس پایه‌های حکومتی از طریق دروسی تحت عنوان تعلیمات دینی و معارف اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها، چرا اساساً باید دیگر شبهه‌ای باقی مانده باشد؟ احمد خاتمی سپس گروه سوم رو افرادی خطاب کرد که اصل ولایت فقیه رو پذیرفتند اما با شخص ولی فقیه مخالف هستند،
که به گفته او خامنه ای هم با این افراد مشکلی ندارد. وی در ادامه دسته چهارم را کسانی معرفی کرد که علیه ولی فقیه هستند، اما تا زمانی که به دنبال شبه افکنی در دین و کشور نباشند نیز نظام با این افراد کاری ندارد. و در نهایت به گفته احمد خاتمی، گروه پنجم افرادی هستند به دنبال براندازی نظام که باید با آنها برخورد شود. حالا البته معلوم نیست این تقسیم بندی تا چه حد درسته، ولی گفتن این حرفا یه معنایی داره. بله، معناش اینه که متوجه شدن که چقدر به قول خودشون شبهه در جامعه و زاویه به قول خودشون دوباره در جامعه زیاده. اینکه بسیاری از فقها نظر ولایت فقیه رو نمیپذیرن، خب این پدیده ایست که ما محتاج نماز جمعه ایشون نبودیم. شاگرد بنیانگذار حوزه علمیه قم 25 سال پیش کتاب بسیار بسیار درخشانی نوشت و در اونجا خودش هم روحانیه، روحانی زاده است، کتابی نوشت که نشون میداد نظریه ولایت فقیه نظریه یک اقلیتی از فقهای تشیع بوده. الان هم نگاه بکنید افقه فقهای تشیع که آیت الله سیستانی باشند، بسیاری از فقهای تشیع که در داخل ایران هستند در زمانی که این نظریه مطرح شد، کسی که از لحاظ سنت فقاهت در داخل ایران قاعدتا از همه بیشتر سابقه داشت، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حکیم، آیت الله میلانی قبلشون، اینها همه به این شکلی که ولایت فقیه مطرح و صورت بندی شد در نظرات آیت الله خمینی باش هم زاویه داشتن، شبهه که نداشتن، زاویه داشتن، میگفتن یه چیزی وجود نداره، یه چنین امکانی وجود نداره. حکومت اسلامی رو باید وقتی که امام زمان برمیگرده ایجاد کرد. بقیه جامعه هم خب میدونید اون تقسیم بندی ایشون رو من خیلی چیز ندارم، ولی از خود شما و مصطفی رحیمی وقتی که این نظریه اول مطرح شد تا امروز و یه طیف وسیعی در این مدت گفتن که این مفهوم با خواست اصلی ملت ایران در 1979 که جامعه دموکراتیک بود سازگاری نداره. و شما وقتی یه پدیده رو هم خودتون قبلا نمیدید، همونطوری که آیت الله خمینی در ماه‌های قبل یک بار حتی اشاره به ولایت فقیه نکرد، در اولین قانون اساسی که تصویب کردن خود ایشون پراف کردن، بعد در مجلس مؤسسان به ولایت فقیه تبدیل شد، ذکری اصلا از ولایت فقیه نیست. به همین خاطر هر روز این بقول ایشون شبهات و زاویه ها بیشتر شده و کسی که در واقع این فکر رو بیش از همه در مجلس مؤسسان هدایت میکرد و دفاع میکرد، یعنی آیت الله منتظری، کسی که به قول خود اینها ستون، یکی از دو ستون رژیم بوده بعد از فوت آیت الله خمینی، یعنی آیه رفسنجانی، الان از همون مقوله فکر کنم سومیست که آقای جنتی میگه که اینا ولایت فقیه شاید قبول دارن شاید قبول ندارن، ولی با اوزاد در زاویه هستن. من نمیدونم کدومش آقای رفسنجانی جا میگیره، ولی به هر حال جزء گروه اول نیست. وقتی کسی مثل او که ستونه با این وضع زاویه داره، خب واضحه که جامعه ایران هم که دیده چه بلایی بر سر جامعه آمده، دیده که احمدی نژاد با حمایت مستقیم همین نماز جمعه ها، همین بافت ولایت فقیه، با حمایت مستقیم شخص خدا آیت الله خامنه ای چه بلایی بر سر مملکت آورده، واضحه که زاویه پیدا میکنه. ممنونم. آقای دکتر میلانی، ریشه و پایان این کارزار سیاسی ترکیه روسیه رو چگونه میبینید؟ روشن هست؟ والا من فکر نمی کنم روشنه، من فکر می کنم
قضیه کمی بیخ داره، برای اینکه روسیه اتهاماتی وارد کرده که بسیار بسیار جدی است. هر روزم آتش رو داغ نگه می‌دارن، با اینکه اردمان سعی داره می‌کنه که آتش رو کمی پایین بیاره، ولی به نظر نمیاد که روسا بخواد کوتاه بیان، آقای پوتین بخواد کوتاه بیاد. در ظرف 24 ساعت اخیر بعضی مقامات در ایران هم شروع کردن همین مطرح رو، همین مسئله رو مطرح کردن. البته اسم پسر اردوان رو یا خود اردوان رو نیاوردن، ولی گفتن ما هم مدارکی داریم که اینا نفت می‌خریدن از داعش. از داعش، بله. اینکه از اینکه ترک‌ها و خود ببینید، حالا ترک‌ها یه برای قضیه است، خیلی ها نوشتن و به اصطلاح شهر کردن که دولت آقای اسد از داعش نفت میخره. بله اینا من خوندم از طریق واسطه اینا. میدونید محتاج فروش نفت هستن، نفت و گاهی به 60% تخفیف میفروشن، و پس این نفت رو که الان میدونید الان بعد از این که هواپیماها زدن، بعضی از پالایشگاه هاشون رو زدن، راه این به اصطلاح حملش رو با تانکر بستن. هنوز به یه روایتی روزی 1.5 میلیون دلار دارن نفت میفروشن. آخه روزی 1.5 میلیون دلار نفت رو با پاتیل که نمیشه برد. اینا چجوری میبرن؟ اینا چجوری از بالا نمیتونن ببینن؟ این شما خود دولت سوریه رو نگاه بکنید. دولت سوریه قبل از اینکه روسا وارد کارزار بشن و آمریکایی‌ها وارد کارزار بشن، دولت سوریه فضای هوایی سوریه کاملا در انحصارش بود دیگه. اونا چرا نمی‌زدن اینا رو؟ اونا چرا پایگاه‌های نفتی اینا رو نمی‌زدن؟ اونا چرا این خطوط پیوسته کامیونایی که داشت میرفت نه تنها نمی‌زدن، نفتم ازشون می‌خریدن؟ برای اینکه از یه طرفی می‌خواستن نفت ارزون بخرن، از یه طرفی می‌خواستن جهان رو با این انتخابی روبرو بذارن که الان روبروست، یا اسد یا داعش. به همین خاطر می‌خواستن که داعش یه مقداری رشد بکنه، به همین خاطر جلوی معاملات نفتیش رو نه تنها نمی‌گرفتن، به گمان من شرکت هم می‌کردن. و این دعوایی که داره هر روزم بیشتر میشه، آقای پوتین دیروز دوباره گفته که ما فقط محدودیتمون یعنی فشارهای اقتصادی محدود به نخریدن گوجه نخواهد بود، بلکه در سطح وسیع تحریم خواهیم کرد و فقط هم تحریم نخواهیم کرد، تهدید کرده، معلوم نیست گام بعدیش چیه. یک فضای بسیار متشنجی در منطقه است. من چندین بار خدمتتون عرض کردم و خدمت بینندگان عزیزتون که واقعا فضای خیلی متشنجی است و یک اوضاعی است که یه سری پایه ها داره از هم میپاشه و پاشیده. یعنی شما از اون چی که به اصطلاح خاورمیانه وسیع گفته میشه، شما از مراکش شروع کنید بیایید تا ایران و افغانستان و اینجا، ببینید چند تا دولت الان یا متزلزل هستن یا اصلا وجود ندارن. از لیبی بگیرید، سودان بگیرید، بخشی از مصر بگیرید، بخشایی از عراق، بخشایی از سوریه، بخشایی از پاکستان، بخشایی از افغانستان. واقعا من شما نگاه بکنید در 100 سال اخیر هرگز نبوده که در یه چنین فضایی این تعداد کشورها دولت رسم مرکزی نداشته باشند. الان داعش اومده، فیروز تو نیویورک تایمز نوشته بود، یه منطقه وسیع اینو در کناره دریای مدیترانه تصرف کردن و اونجا دارن یه منطقه دوم امنی برای خودشون درست میکنن. اینا رو میدونید چه کار میخواد بکنن؟ روسا اینکه
روسا یا آمریکایی ها میگن که ما از هواپیما از طریق هوا اینا رو میزنیم، به نظر من مسئله رو حل نمیکنه. اینها الان در شهرهایی که بعضا چندین صد هزار، در مورد موصل 2 میلیون جمعیت دارند، رخنه کردن، در میون جمعیت هستن، آیا میشه همه رو از هوا زد؟ واضحه که به گمان من نمیشه. هیچ کدومشون هم حاضر نیستن نیرو بیارن و ارتش سوریه که با کمک حزب الله کار میکنه و با کمک سپاه پاسداران کار میکنه، یا ارتش عراق که با کمک رادیکال های شیعه کار میکنه، اگر اینها وارد کارزار بشن، خب خیلی از سنی ها ممکنه دوباره مثل بلایی که آقای ملکی بر سر عراق آورد، اینها رو سوق بده به طرف رادیکالیزم سنی. یعنی پیدا کردن یه راه حل معقول برای این معضل به گمان من کار خیلی ساده ای نیست، و دعوای ترکیه و روسیه و دعوایی که آشکارا به نظر من بین ایران و ترکیه داره رخ میده، یعنی هر روز آتش اینها بین هم بیشتر و تندتر میشه. آقای اردوغان به یک روایتی به آقای روحانی زنگ زده، تهدید کرده آقای سفارت وزارت امور خارجه، اونها رو به ادب فراخ میده، گفته با نزاکت باشیم. همیشه برای من خیلی جالبه که وزارت خارجه کشوری که گروگانای یک کشور دیگه رو برای 440 روز گرفته و حبس کرده، و این کاری که جمهوری اسلامی داره میگه با ادب باشی، بگه نزاکت داشته باشی، نزاکت دیپلماتیک رو رعایت کنید. خیلی محشره. های دکتر، سرنوشت اعلام نظر ناتو و همچنین رئیس جمهوری آمریکا که دفاع کردن از کار ترکیه، اون چی میشه؟ من فکر کنم اون بیشتر جنبه نمادین داشت، برای اینکه در حال نمیتونن ول کنن ترکیه، عضوی از ناتوست، و حالا به یک روایتی هنوز من ندیدم که به طور قطع بشه گفت که روایت ترکا درسته یا روایت روسا. من یه مقاله خوندم که شهر میده کار دوتا فیزیکدان بلژیکی رو، که اونها بر اساس محاسبات فیزیکی، و اونها ادعا کرده بودن هر دو طرف دروغ میگن، هم روسا دروغ میگن هم ترکا دروغ میگن، که حقیقت یه جایی بین اون دوتا هست. ولی به هر حال وقتی که ترکا زدن، به هر دلیلی که زدن، ناتو نمیتونست سکوت بکنه، دولت آمریکا نمیتونست سکوت بکنه. این برخورد اسرائیل مثلا خیلی جالبه دیگه. یه هواپیمای روسی در همین چند روز اخیر حریم هوایی اسرائیل رو مورد تجاوز قرار میده، اونجا به جایی که بزنن بهش هشدار میدن و وادارش میکنن که پس بشینه. ترکا حالا چرا زدن و تا چه حد این اصلا اومده بود اونجا، من اونو واقعا هنوز برای من ندیدم جایی چیزی که بشه بهش اطمینان کامل کرد و جزی از بخش جنگ تبلیغاتی ندونستش. این کارزار میتونه آقای دکتر با آتشی که برافروخته به تدریج یه جنگ بزرگ منطقه ایجاد کنه؟ ولی به یک روایت جنگ بزرگ منطقه الان هست، ولی یه جنگ فراگیرتر از این من امید دارم که ابزار کمی بیشتر باشه و نشه. ولی به هر حال الان تعداد کشورهایی که دارن در اونجا فعالیت میکنن و تعداد کشورهایی که در همین 2-3 هفته اخیر از طرف داعش ضربه خوردن، و به روایت خود مقامات ایرانی زائرینی که اینها به عراق فرستادن هم در معرض حمله اینها بودن، ممکن بود یه تعدادی از اونها کشته بشه. یعنی الان یه وضع خیلی آشفته است، و اگر این وضع ادامه پیدا کنه، مثلا فرض کنید که یکی دو اتفاق شبیه اونچه که در پاریس اتفاق افتاد، در بلژیک اتفاق افتاد، در آمریکا اتفاق افتاد، چند تا دیگه اتفاق بیفته، خب اینا اتفاق بیفته، وضع
این کشورها دگرگون میشه. هنوز چی نشده، آقای دونالد ترامپ میگه که مسلمانهای آمریکا رو همه رو بایستی در یه فهرست واحدی ثبت کرد، که خب واقعا کار خطرناکی است، آغاز خطرناکی است. این کاری است که نازی‌ها کردن با یهودی‌ها، این کاری است که آمریکایی‌ها کردن با ژاپنی‌ها در جنگ دوم. مثلا این که چنین حرفی بزنی و مثلاشون یکی دو تا هم نیست، به هر حال آمریکا الان شاید نزدیک 3 میلیون مسلمان هست. تو اروپا می‌خواد چیکار کنه؟ اونجا 45 میلیون مسلمان هست، 15 میلیون دیگه هم منتظر بیاد. و این که بگید آقای کارسون بگی که ما فقط بایستی کسانی که مسیحی هستن رو بپذیریم، اصلا شگفت‌انگیزه که یه چنین چیزی رو بشه در جامعه آمریکا گفت، و نه تنها گفت بلکه هیچ بهای سیاسی جدی هم براش نپرداخت. اینا همه از این آشفتگی عجیبی که به گمان من ایجاد شده و این خطری که همه احساس میکنن، همه احساس میکنن که این پایان وضعی نیست. وقتی دو نفر نباب شواهد نشون میده زندگی عادی تا چند وقت پیش داشتن، میاد یه چنین کشداری رو در یه جایی مثل دوروبر لس آنجلس میکنن، تو از این به بعد اگه میشه انتظار نداشت که هر کسی مسلمان ها رو با یک دید اندکی متفاوت نگاه کنه و سعی کنه ببینه که آیا این به هیچ وجه، این آدم به هیچ وجه به اون منتسب نیست، به اون منتسب نیست. بله واقعا بعض خیلی چه. بعد اینا برن روسیه، در داعش بزرگترین اقلیتی که در داعش هستن تا اونجایی که من میدونم چچن ها هستن، نزدیک 2000 تا چچن اونجا رفتن. خب اینا اگر داعش اونجا حملات ادامه پیدا کنه و یه دهی از اینها برگردن، یادتون هستین طرفداران چچن در مسکو در روسیه چه کردن؟ مدرسه رو گرفتن، چقدر کشتار شد در نتیجه حمله هم کماندوها هم بمبایی که اونا زدن. چند تا از این اتفاقا بیفته و حتی از این هم آشفته تر میشه. خواهی دکتر، اون زن شوهر، شوهر خودش یعنی سید فاروق، خودش کارمند اداره بهداشت اون شهر بوده و مسئول رسیدگی به رستوران ها بوده، در جشنم شرکت داشته، بعد میره بیرون با همسرش با لباس مبدل میان. نه خیلی عجیبه. ولی خب به نظر میاد که به تمام چیزایی که من خوندم به نظر میاد که مهمونیت مستمسکی هم نبوده. حتی اینا از چند وقت پیش، چند روز پیش این کار رو تدارک کردن، ماشین رو چند روز پیش کرایه کردن، از دو سه روز پیش شروع میکنن کامپیوترشون رو پاک کردن که هیچ رد پایی نمونه، تلفن های دستیشون رو داغون میکنن به طوری که نتونن ازش ببینن با کی تماس گرفتن، مقدار اسلحه‌ای که خریده بودن، مقدار فشنگی که خریده بودن، بمب‌هایی که تدارک کرده بودن، هیچ کدوم حکایت از این نداره که یه اتفاقیه اومدن اونجا عصبانی شدن رفتن گفتن بریم پدر اینا در بیاریم. برنامه‌ریزی شده. بعدم تو بعضی از سایت‌ها من دیدم که دولت آمریکا هم تازه متوجه شده که خانوم بیعت کرده بوده با داعش، توی یه سایت داعش فیسبوک، و به یک روایتی حتی داعش هم گفته که اینا جزو طرفداران ما بودن. خواهی دکتر، برگردیم به درون ایران. خیلی مسائل هست و یکی از اونها اعلامیه کانون نویسندگان ایرانه که عنوانش اینه: آنچه در جمهوری اسلامی بر سر کتاب آمده هولناکتر از کتاب سوزان است. اونا میگن که یعنی کانون نویسندگان ایران، به نتایج اعمال سانسور حکومتی در زمینه‌های مختلف هنری و ادبی میپردازه
و از جمله به وضعیت کتاب اشاره میکند که با افت شدید تیراژ مواجهه، به طوری که در برخی موارد تیراژ کتاب ها تا 350 نسخه نیز کاهش یافته است. بیانیه کانون نویسندگان میگوید که تیراژ 350 نسخه کتاب با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران میتواند گواهی بر وضعیت خفتبار کتاب و کتابخوانی در ایران باشد که نتیجه چند دهه سانسور و سیاست‌های غم فرهنگی است. بله، واقعا غم انگیزه. یعنی من فکر کنم در آستانه انقلاب جمعیت ایران 35 میلیون بود و تیراژ حداقل یک کتاب 3000 تا 5000 تا بود. الان 350 تا و بعد تازه حتی در سطح 350 تا هم نمیتونن بفروشن و برخی از کتاب ها رو ناشرین فقط در صورتی حاضرن چاپ بکنن که خود نویسنده یا مترجم یا شاعر بخشی از خرجشو بده. یعنی تبدیل شده به یه پدیده ای که ناشرین به هر حال اونام زیر ضرب دیگه. بعضی ناشرین من با چند تاشون صحبت کردم، مثلا 15 تا 20 کتابشون الان توقیفه. خب هر کدوم از این کتاب یه سرمایه است، الان دو سال این کتاب اونجا در توقیف بوده، اونا هم دیگه یه حدی میتونن ریسک بکنن. و واقعا بلایی که بر سر کتاب خانی آمده و در مقابل یه سری کتابایی که دلشون میخواد در تیراژ های وسیع چاپ کنن، در ده ها هزار چاپ کنن، به همه مجانی میدن، همه رو مجبور میکنن بخرن و درس هم نمیگیرن. عجیب برای من اینه. من این دو سه روز اخیر یه مقداری از این حاشیه هایی که به قول خود اینها در مورد این فیلم کذایی که درست کردن، سریال معمای شاه، میخوندم. خب اینا یه ثروت کلانی چندین ده میلیارد تومان خرج کردن دادن یک کسی که به نظر میاد اولین چیزها رو در مورد دوران شاه نمیدونه و دو اپیزودش رو نشون دادن، همه قیام کردن علیهش در فضای مجازی، به روزنامه، به چیز نوشتن که آقا اینو پخش نکنید، این مبتذل، این مزخرفه. تو همین فضا، تو همین فضا که اینا اینقدر پول خرج میکنن، تمام سعیشون هم کردن که مثلا کتاب نگاهی به شاه که به نظر میاد که مردم فکر میکنن بی‌طرفانه به شاه نگاه کرده، چاپ نشه. ببینید مردم چند تا از اون نسخه رو پیدا کردن و خوندن و دانلود کردن یا به طور غیرقانونی در ایران چاپ کردن و فروختن و اینا 40 میلیارد تومان خرج کردن. از دو سال پیش شروع کردن تبلیغ کردن، بازیگر آوردن، فلان کردن، همه کارا رو کردن، نمیتونن یه سریال درست حسابی درست بکنن. نمیشه با زور. و مردم هم با در این فضا میرن دنبال اینکه حقیقت رو پیدا کنن. ولی وقتی شما کتاب رو سانسور میکنید، بعضی از این حکمای سانسور رو آدم میخونه که چه چیزایی رو نمیشه گفت، چه چیزایی رو میشه گفت، واقعا غم‌انگیز و اسفباره. آیدیو تو یه خبر دیگه درباره اختلاس پول‌های ایران، خیلی پول بردن ولی خب اینا همجین هر روز خبرش میاد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که یک نفر، اسمم نمیارن، 160 میلیارد تومان پول نفت رو از کشور خارج کرده. بله. و این آقای سراج تایید کرده که این موضوع بوده. و اسحاق جهانگیری هم که معاون آقای روحانیه گفته است که به هیچ وجه قابل قبول نیست که فردی 2,700,000,000 دلار پول مملکت رو در اختیار داشته باشه و در دادگاه، همون زنجانی رو میگن، و در دادگاه از موضع یک قهرمان و طلبکار صحبت کند. این فرد که صحبت از داشتن پول زیاد می کند، چرا پول مملکت را نمی دهد تا از زندان خلاص شود؟ این برخورد توهین‌آمیز است
و از دستگاه قضایی کشور میخواهیم با کسانی که پشت پرده جهت تقویت این رفتارها عمل میکنند برخورد بشود. این فرد به وزیر انقلابی پاک و متدین کشور، این آقای چی میگه؟ آقای زنگنه تهمت میزند. ایشان یکی از پاکترین و باسابقه ترین وزیران کشور میشمار میره. این اتفاقات این سالها آدم میفهمه که شأن نزول بعضی از این اصطلاحات بقایت زیبایی که در فارسی ما داریم چیه؟ اصطلاحی که میگن فلانی از کیسه خلیفه میبخشه، من تازه فهمیدم که این چند سال منظورشون چیه. بعضی از این آقایون واقعا مثل این که از کیسه خلیفه میبخشن، فلانی 20 میلیارد برده، اون یکی 160 میلیارد دزدی کرده، هیچ کسی احساس نمیکنه که باید جوابگو باشه. آقای مرتضوی اتهام ضرب و شتم داره، اتهام شکنجه داره، اتهام کشتن یه نفر رو در چند نفر رو در دوران دادستانیش داره، اتهام دادن 160 شرکت داره به آقای زنجانی، دو قرتونیمش هم باقیه، اجازه خروج هم میگیره میره حالا برای بگرده و میگه هیچ کسی چیز نیست. بعد یه نفری که یه اعلامیه صادر کرده، یه اعلامیه در مثلا یه شهر کوچیک صادر کرده، حق نداره از زندان خارج بشه بعد از پایان دوران حتی محکومیتش، بازم تو زندان نگرش میدارن. اینا اصلا جرات نمیکنن ببرن دادگاه. تو دادگاه هم که میره همیشه طلبکاره. و داستانهای دیگه میدونین، اینا رو یه روزی جمع بزن آدم، داستانهایی که گاهی میاد به قول معروف رسانه‌ای میشه، یه گوشه هایی از فاجعه روشن میشه، پدیدهش ساندیز مثلا، یه دفعه مثلا بگن چندین ده میلیون خورده طرف، بعد معلوم میشه که شریک آستان قدس رضوی بوده، بعد یه دفعه خبر شروع میکنه کم کم حذف شدن و دیگه در رادار چیز نیست، تا اینکه یه خبر دیگه میاد، اونم یه مدتی میشه. ولی اینا رو جمع بزنید اون وقت میفهمیم که چطور 800 میلیاردی که رفته تو جیب دولت احمدی نژاد، به قول خود دولت روحانی حتی یه کارم در مملکت ایجاد نکرد. دکتر خیلی ممنونم، وقت ما به پایان رسید، متشکرم ازتون. در کارهای پژوهشیتون موفق و موفق‌تر باشید. خیلی ممنونم و ممنون از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند.